با اتکا و با روی کرد به دیالکتیک تاریخ بیان میفرمایید. بفرمایید. بله، من مجددا درود عرض میکنم. فرمایشات بسیار آموزنده و ارزندهیش بود از طرف رفقا داده و دیگران. ساختار اجتماعی ایران که ترکیبی از جامعه عشایری، یعنی یک ساختار عشیری مبتنی بر پدر سالاری، حاکمیتی فراقانونی و در ترکیب و به اصطلاح غارت، حاکمیت غارت که در جامعه عشایری یک امر بسیار ستوده ای هم هست. در ترکیب با جامعه مقدس به اصطلاح جامعه شرعی که در تمامی جزئیات زندگی خصوصی و اجتماعی مردم نفوذ کرده، این دو تا دو عامل مانع حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، حاکمیت به اصطلاح تمام نهادهای مدرنیستی هست. حاکمیت به اصطلاح عشایری رو همونطور که عرض کردم در یک ساختار پدر سالار که بر مبتنی بر روابط خویشاوندی که نه در اساس به اصطلاح ارزش‌های لیاقت‌ها و ارزش‌های تخصصی، بلکه بر اساس نزدیکی شخصی چیز میکنه. فراقانونی بودن در حاکمیت فرد بر جامعه، حاکمیت پدرسالارانه فرد بر جامعه، که هیچ نوع قانون، هیچ نوع روند قانونی رو مورد توجه قرار نمیده. غارتگری که تمام از بالا تا پایین در تمام دورانها خصیصه جامعه عشایری، غارت از جوامع دیگر هست. منتها در خب البته وقتی میاد به اون عشیره خاص میاد حاکمیت پیدا میکنه، تمام گروه های دیگر رو به اصطلاح مورد غارت قرار میده و خودش رو مجاز میدونه که غارت بکنه. که اینا رو ما به شدت در جمهوری اسلامی که دیگه این کاملا این دو ساختار در هم دیگه ترکیب شدن، یعنی جامعه مقدس و جامعه عشیری پدر سالارانه فراقانون غارتگر با هم دیگه ترکیب شدن مشاهده می کنیم. کوشش ها برای اصلاحات از دوران قام مقام و امیرکبیر شروع شد و اصلاحگر راستین که دکتر محمد مصدق بود هرگز به بنیاد این جامعه رو مورد توجه قرار نداد و اصلاحات سطحی و که در هم موانع داخلی مانع شدند و هم
دخالت خارجی. من البته باید اضافه بکنم به اون دو ساختار دخالت امپریالیستی رو در جامعه مدر به اصطلاح در جامعه ایران. یعنی حتی دکتر مصدق یک اصلاحات ارضی انقلابی رو هرگز در یا حتی انقلاب مشروطه یک اصلاحات ارضی انقلابی رو که ریشه فئودالیسم رو بکنه مورد توجه قرار نداد. و همچنین دکتر مصدق با همه اصلاحات بسیار ارزندهی که کرد این اصلاحات ارضی انقلابی رو مورد توجه قرار نداد. من بیش از این ارزی ندارم. سپاس از شما آقای خزایی عزیز. اجازه بدید ببینم دوستان اگر اظهار نظری. با اجازتون آقای بدی یه نکته رو میخواستم من اضافه کنم. بفهم. در ارتباط با نقش شرعیات و همون چیزی که من به هر حال من کلیاتش رو نگاه میکنم، یعنی خود استبداد رو، اصلا خود مسئله شرع و اینها بخشی از سیستم استبدادی حاکم بر جامعه بودن. مذهب همیشه بخشی از ارگان قدرت در جامعه ما بوده، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، و این دوتا جدا از هم نیستن، یعنی از ساختار استبدادی جدا نیست مسئله شرعیات اینا. و متاسفانه علارغم اینکه در میان اون چهار چهره‌ای که جناب حسیبی به زیبایی تعریفشون کردن یه شخصیتی هست که بسیار هم خوشنامه و همه قبولش دارن، به قول معروف ایده های مدرن در سر داشته و تلاش های زیادی هم کرد، مرگ مظلومانش امیر کبیر، متاسفانه امیر کبیر خودش در حقیقت نقش بسیار بسیار اساسی در بقای همین شرعیاتی که سرآخر یقه خودش رو هم میگیره و باید مرگش بازی میکنه. چرا؟ برای اینکه اون سرکوب وحشیانه بهایی ها و جنبش بابیه در کارنامه ایشونه، یعنی لکه واقعا سیاهی در کارنامه ایشونه و با به هر حال گذشت زمان ما میدونیم این رو که اگر همون بهاییت به اون شکل رو پیدا میکرد چیزی بود مانند اون رنسانسی که توی مذهب کاتولیک پیش اومد، پروتستانت ها رو ازش جدا شدن، جنبش مارتین لوتر، و بهایی ها در حقیقت همین نقش رو بازی میکردن در دوران در به هر حال هژمونی اسلام در سرزمین ما. میتونستن این نقش رو بازی کنن، جامعه رو از اون بستگی شرعیات بیارن بیرون، چیزهای تفکرات جدیدی داشت مطرح میکرد. اما به هر حال با فتوای علمای آن زمان به اون نحو وحشیانه اینها قتل عام میشن و توی این مسئله به هر حال توی تاریخ اومده اینها نقش بسیار زیادی همه هم جمع میکنن، درویش ها رو در این مسئله به بازی میگیرن برای اینکه این به نام همشون تمام بشه. اما اون چه که مسلمه تصمیم تاریخی بوده، تصمیم سرکوب جنبش بابیه و بهایی ها در اون تاریخ، وگرنه اون میتونه سرآغاز یک حرکت جدید باشه برای اینکه شرعیات رو تا حد زیادی به عقب برونه یا حداقل چیزی در برابرش ایجاد بکنه، از نظر تاریخی منظورم، وگرنه من کشیشی به نبهایت دارم نه چیز دیگه، از نظر تاریخی داریم نگاه میکنیم به ماسی. من ممنونم. سپاسگزار از شما. و این که خب بحث مربوط به موانع دموکراسی دوستان صحبتاشون رو کردن، اگر یک جمع‌بندی کلی بکنیم در رابطه با چیزی که مشترک هست، همه بر این باور هستند که دموکراسی در ایران مستقر نشده. این واژه استقرار دموکراسی یا نهادینه شدن دموکراسی در واقع مسئله مهمی است. یعنی دوران کوتاهی داشتیم که تونستیم یک نفسی بکشیم،
مثلا دورانی که فیلم مثل دوران انقلاب مشروطه، یعنی قبل از کودتای سوم اسفند 1299 تا پیروزی آزادی خواهان و مشروطه طلبان در خلع محمد علی شاه قاجار و دوران جنگ جهانی اول هست در اون دوران. و مملکت هرج و مرج است، در تردیدی نیست، در روبلی روزنامه ها آزاد هستند، فشارهای خارجی زیاده، از جمله فشار روسیه تزاری در این مدت که قراردادهایی که از طرف کشورهای خارجی، اصلا استعمارگر اصلی در واقع در ایران روسیه تزاری هست و انگلیس استعماری، و قرارداد 1917 و بعد قرارداد 1919 وسوق الدوله که بعدها همون قرارداد مفادش، چون از طرف مجلس ملی رأی به اصطلاح رد میشه، مفادش بعد از کودتا عملا اجرا میشه. یا دوران بعد از جنگ دوم جهانی، خروج رضا شاه در سوم شهریور، یعنی جنگ دوم، ورود ارتش بیگانه 1320 به ایران. خب یه دوره کوتاهی داریم و این دوره تقریبا با کودتای 28 مرداد خاتمه پیدا میکنه. نخست وزیری مصدق در واقع آزادی بود، روزنامه ها و نشریات فعالیت میکردند، شکی در این احزاب، احزاب چپ راست میانه، میدونیم که بیشترین رشد و حزب توده این دوران داره، خصوص دوران دکتر محمد مصدق، در واقع میشود گفت از اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد، یعنی این دوره داشتیم. ولی این رو مستقر شدن دموکراسی نمیتوان به حساب آورد. این واژه استقرار رو دوستان دقت کردن که چه اندازه ما در ادبیات به کار میبریم. استقرار یا نهادینه شدن دموکراسی پدیده است که در یک روند توسعه اقتصادی اجتماعی رخ میده و هیچ کشوری به دایره در واقع کشور پیشرفته پا نگذاشته مگر اینکه دموکراسی درش نهادینه شده باشه، یعنی بنیاد رابطه قدرت با جامعه. این رابطه است که در حقیقت رابطه بین قدرت نظامی سیاسی که دولت رو تشکیل میده و جامعه. در صورتی که جامعه به صورت ملت در اومده باشه، دولت هم معنا پیدا میکنه، همونطور که عرض کردم. در ایران هیچگاه دولت مستقر نبوده، چه دوران، البته این رو عرض کنم، دوران امپراتوری ها، امپراتوری روم، امپراتوری عثمانی مثلا، و یا امپراتوری، البته امپراتوری عثمانی در واقع دنباله و مراحل آخر امپراتوری به اصطلاح اسلامی بود، همون گونه که مثلا امپراتوری در ایران، فلات ایران با دوران افولش دوران ساسانیانه، حمله قبایل بادیه نشین از عربستان با ایران و جاهای دیگه، امپراتوری ساسانی در واقع منقرض میشه، یعنی در واقع امپراتوری در ایران منقرض میشه و سالهای سال اصلا چیزی به نام سرزمین واحد وجود نداشته. حکومت نشین هایی بودن که تحت تسلط حاکم اصلی که خلیفه بود واقعا انجام میشد. البته شکل خلافت که شکل نوینی بوده در واقع برای اداره امور کشور، ساختار سیاسی
حاکمیتی بوده که فرمولش در جریان تکاملیش بعد از دوران خلفای راشدین، که حالا خب بعضیا میگن خلفای 5 را هستن در واقع، ولی در واقع بعد از ابوبکر، عمر، عثمان و علی و حسن را فرزند ارشد علی رو جزء خلیفه پنجم میدونن طبق یک نظراتی، ولی از بعد از امپراتوری به اصطلاح اسلامی با خلافت موروثی، عموماً خلافت این دوره است که موروثی نیست، ولی با خلافت موروثی در به اصطلاح از شام منتقل میشه به بغداد و ادامه پیدا میکنه. خلافت عباسیان خلافت موروثی است و به اصطلاح اون امپراتوری، این امپراتوری بر بنیاد امپراتوری که شرق بوده، که امپراتوری شرق در واقع امپراتوری پیشرفته دوران ساسانیانه. و خب البته میدونم که این امپراتوری مادها و هخامنشیان و پارتها، اشکانیان و ساسانیان در واقع تسلط باز هم عشایری بوده که در یک جایی یک نوعی هماهنگی ایجاد میکردن و قدرت مرکزی. به همین دلیل هم قدرت سیاسی در این هنگام این بوده. شیوه تولید آسیایی که در ادبیات مارکس بهش اشاره شده، در واقع آن چیزی نیست که دور مانده باشه از نظرات جامعه شناسان و مورخین. استبداد دیرینه در امپراتوری های شرقی وجود داشته، واقعیت اینه. چرا اصلا این استبداد بوده بحث دیگری است، ولی به طور خلاصه به این اصل دیالکتیک میپردازیم که نقطه نظر بنیادی دیالکتیک یا بررسی و تحلیل دیالکتیک تاریخ این رو به ما میگه که شکل‌های حکومتی و ساختارهای حکومتی بر بنیاد تولید، در واقع تولید شکل میگیرن. من اینجا یه نقل میکنم از کارل مارکس در این رابطه. البته نظریه انگلس هم خدمتتون عرض میکنم. ماتریالیسم تاریخی عنوان دید ماده باورانه، حالا واژه رو چون نویسنده این به هر حال سعی کرده، ماده باورانه یعنی ماتریالیست، از تاریخ است که سنگ بنای نظریه مارکس درباره تاریخ به شمار می آید. مارکس این نظر را بسیار کوتاه در مقدمه کتاب نقد اقتصاد سیاسی سال 1859 بیان کرده است. این نقل قول در اونجاست، در نقد اقتصاد سیاسی. شیوه تولید در زندگی مادی تعیین کننده خصوصیات اجتماعی، سیاسی و روندهای معنوی زندگی آنهاست. این جمله از خود مارکسه. من نمیخوام بگم که واقعا به صورت آیه باید باورش کرد، ولی این نظریه مارکس در رابطه با ماتریالیسم تاریخی که نگاه نوین به تاریخ داره نسبت به گذشتگان، اینه که میگه زندگی مادی تعیین کننده خصوصیات اجتماعی، سیاسی و روندهای معنوی جامعه است. فرهنگ، مذهب، زبان، ایدئولوژی، همه اینها روندهای معنوی جامعه است و همه اینها بر بنیاد اقلن، اگر نظر مارکس رو در این زمینه بخوایم
به اصطلاح بیان کنیم، دوباره بگیم، این رو میگه که زندگی مادی تعیین کننده این خصوصیاته، تعیین کننده شه. این آگاهی انسانها نیست که زندگیشان را تعیین میکند، بلکه برعکس. خوب توجه فرمایید، بلکه اینا رو با این دقت، بلکه ما اگر نتونیم ببینیم که برخورد دیالکتیکی چیست، نتیجتاً ما نیز در تحلیل اوضاع در حال حاضر دچار خطا میشیم. شکی درش نیست که ماتریالیزم تاریخی و ماتریالیزم دیالکتیک که در حوزه طبیعت داره صحبت میکنه و ماتریالیزم تاریخی در حوزه اجتماع و تحولات اجتماعی صحبت میکنه، سنگ بناش رو نظرات نوین راجع به تحولات اجتماعی گذاشته. بنابراین لازمه که ما ببینیم چرا بایستی تحلیل ماتریالیستی و تحلیل دیالکتیکی داشت. هم ماتریالیستی باید باشد، هم دیالکتیکی باید باشد. بنیانش بر اینه که زندگی اجتماعی است در واقع تحت تأثیر زندگی مادیه، افکار و مذاهب و غیره، قدرت سیاسی، حتی شکلش، حتی محتواش. یعنی وقتی که تولید صنعتی فرض بفرمایید کار بردگان اساس تولید رو تشکیل میده، یعنی جامعه از لحاظ نیروی تولیدی به کار بردگان تکیه داره، تمام افکار و مذاهب رو فرهنگ بر بنیاد آن شکل بگیره و قدرت اقتصادی، چون قدرت اقتصادی در دست بردهداران و یا صاحبان برده است، در اون صورت است که شکل اصلا اعتقاد به برده و برده داشتن شکل میگیره. شما در تمام در واقع ادیان وقتی که نگاه کنید، از ادیان قدیمی تر در جوامعی که بردهداری وجود داشته، بردهداری اصلا نفی نشده. چرا نفی نشده؟ برای اینکه شکل اصلی تولید بوده. نه تنها نفی نشده، بلکه به نوعی خدای آنها، خدای مثلا موسی و خدای دوران بردهداری، اصلا خدای بردهداراست. همان گونه که در دوران فئودالیسم، خدای دوران فئودالیسم خدای فئودال هاست. به همین دلیل به زمین و آسمان تکیه داره. اگر در ایران امپراتوری به وجود میاد، یعنی قدرت مرکزی به وجود میاد و در ما این امپراتوری ها رو در اروپا نمیبینیم، به اون شکلش در اروپا نمیبینیم و یا دوران قبل از فئودالیسم طبیعتاً و شکلش هم شکل اشرافیت فئودالیه، یعنی چی؟ یعنی در یک خانواده در بررسی بکنیم میبینید که مثلا خانواده های اشرافی در اروپا اصلا به صورت مثلا 300 سال 350 400 سال یک خانواده یک قطعات زمین بزرگ در اختیار داشته. حالا دیگه شوالیه ها و بارون ها و اینا همه سلسله مراتبی است که در اون دور است. در ایران اینطوری نبوده، اصلا مالکیت زمین به این شکل در دوران به اون شکلی که فئودالیسم در اونجا بوده در این دوران نبوده. مسئله چرا به اینا اشاره میکنیم؟ چون اگر ما تفاوت‌های خود را با نقطه نظراتی که در مورد اروپا هست نشناسیم، نمیتوانیم تحلیل درستی به دست بدیم. یکی از این تفاوت‌ها در حال حاضر استبداد است و دموکراسی. یکی از تفاوت‌های اصلی استبداد، خواهش میکنم توجه کنید و خواهش میکنم اینو چالش کنید. استبداد متعلق به جوامعی است که عقب ماندن، توسعه نیافتن. دوباره تکرار میکنم، جوامع عقب مانده، یعنی از جهان، نه از لحاظ فرهنگی، از لحاظ بشری عرض نمیکنم، مسئله اقتصاده، یعنی اقتصاد عقب مانده دارن، اقتصاد عقب مانده دارن. چون بحث سرمایه‌داری
بس سیاسی اجتماعی نیست. سرمایه داری در واقع بالاترین، در حال حاضر بالاترین نقطه پیشرفت بشر به طور کلی نسبت به فئودالیسم متوقف میشه؟ طبیعتا نه. پس بنابراین از لحاظ اقتصادی ما داریم نگاه میکنیم، درآمد سرانه، تولید، تولید صنعتی، میزان بهداشت، میزان استفاده از در فرهنگ، دانشگاه پیشرفته، علوم و غیره و غیره. ایران کشور عقب مانده است. عربستان و خیلی از کشورهای آفریقایی عقب ماندن، بسیاری از کشورهای آسیایی هم عقب ماندن، آمریکای لاتین چنین، آفریقا چنین. نقاط مشترک ما بسیار زیاده، چه آفریقا باشیم. یعنی چی؟ وقتی که ما عقب ماندیم، عقب مانده ایم. یعنی حداقل 2300 سال از انقلاب دموکراتیکی که مربوط به دوران سرمایه داریه، انقلاب بورژوازی، عقبتر هستیم. انقلاب بورژوازی در غرب، در اروپا با انقلاب کبیر فرانسه شروع میشه و آنچه که شاهدیم مستقر شدن دموکراسیه. این نکته اساسی عزیزان. خیلی از کسایی که توجه به این ندارن، وقتی که راجع به دولت آمریکا صحبت میکنیم دیگر آن را حکومت نمی نامیم، چون حاکمی در اینجا وجود نداره. در واقع نظام پیشرفته اینجا از لحاظ سیاسی نظام سرمایه داریه در این مرحله از تاریخ. به قول بزرگ مرد لنین، در اون زمانی که امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری رو نوشته بود، اگر واژه آخرین رو برداریم، در حال حاضر نسبت به دوران لنین که کتاب امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری، باید گفت در حال حاضر سرمایه در واقع سرمایه داری رو در قرن 21 باید نگاه کنیم. شکل شمایلش فرق میکنه. همینجا یه گریزی بزنم. در واقع ترامپیزم مقاومت سرمایه داری شکست خورده است، ناکامه و نمیتونه هم باشه، باید هم باشه، برای حفظ قدرت گذشته. برای همین هم هست حرکاتش رو که نگاه میکنیم میبینیم این حرکات لنینه، عذر میخوام این حرکات هیتلره. یعنی تکیه داره به مردمی که خواب دوران مثلا آقای آمریکا و هژمونی آمریکا رو میبینن. کاری که موسولینی، هیتلر انجام دادند در حقیقت و خمینی انجام داد، بر بنیاد بحرانی که وجود داره، بحرانی که وجود داشت، آمدن خود را ناجی و نجات دهنده انجام دادن. در حال حاضر اینه که اتفاق داره میفته و این روند طبیعی است. اما اگر ما نتونیم تحلیل درستی از این به دست بدیم، یعنی تحلیل علمی که در واقع تحلیل علمی جامعه، تحلیل دیالکتیکی جامعه است، قطعاً تک علتی با هیچ چیزی نداریم. فرض بفرمایید حتی در قوانین فیزیک، اگر آب در 100 درجه به جوش میاد، یه قانون طبیعی دیگه، باید حتما در نقطه‌ای باشه مثلا نزدیک به سطح دریا، در اون نقطه باید داره. یعنی حتی این قانون با توجه به شرایط معینش انجام میگیره. در جامعه هم همینطوره. به همین دلیلم ما نمیتونیم الگوی انقلاب فرانسه رو، الگوی انقلاب اکتبر رو، الگوی انقلاب کوبا رو، الگوی انقلاب چین رو به کار ببریم. حتی نمیتونیم شیوه هایی رو که در این کشورها مثلا مثل آمریکا
به کار ببریم برای تغییرات اجتماعی در این در یک جایی که دموکراسی نهادینه شده، یعنی مستقر شده، رأی معنی داره. به همین دلیل هم میبینید که در اینجا وقتی که بعضی از دوستان ترس دارن از اینکه نکنه خام مثلا ترس دارن، واهمه دارن که نکنه و این ترامپ کودتا کنه، در حالی که ما میبینیم کودتا مربوط به کشورهایی است که دموکراسی درشون نهادینه نیست. در اینجا تحولات اینجوری صورت نمیگیره. کودتا در کشورهای مثل عراق، مثل سوریه، مثل ایران، مثل ورز کنم که خیلی از کشورها، مراکش، همه کشورهای عقب مونده، کودتا مال این کشورهاست. عقب مونده، بازم تکرار کنم، من حرف ارزشی نیست. مثلا کودتای فرض بفرمایید پینوشه علیه آلنده، این انسان بزرگ در یک کشوری رخ میده که کشور عقب مانده است، با تعریفی که ما از تعریف اقتصادی علمی که از عقب ماندگی داریم. بنابراین اگر ما هدفمون از بحثای راه بردینه که دیگه دچار اون خطا نشیم که فرض بفرمایید همونطور که دوستان میگن 57 بیایم خمینی را، که یک در واقع حرکت خمینی بازگشت به اسلامه، یعنی بازگشت به 1000 سال پیش برای اداره جامعه، نه این امکان پذیر بوده نه میتونسته باشه. ولی حالا ما اینجا نگاه میکنیم، باید نگاه کنیم خطری که در راه ما هست اهمیتش در اینه که دیگر ببینیم انقلاب دموکراتیک که امر اجتناب ناپذیری است و تا کنون انجام، یعنی تا کنون نتوانسته است، انقلاب دموکراتیک نتوانسته است دموکراسی را مستقر کند، ما را به آنجا میرساند که این مرحله را باید طی کنیم. عین این که باید ما میبایستی گاواهن رو خیش رو نمیدونم خیش مربوط به شخم و اینا کنار بگذاریم، اقتصاد کشاورزی آنچنانه عقب مانده رو کنار بگذاریم و صنعتی شویم، علم و دانش و خرد را راهنمای کار بگیریم. اینجاست که استبداد خاصیت یا شکل سیاسی این جوامع است. آیا جامعه ما برای انقلاب آماده نیست؟ از لحاظ فکری میگم، از لحاظ اقتصادی سالهاست که این حرکت صورت گرفته، اما مانع اصلی دو چیز بوده. مانع اصلی، چون به هر حال اگر تصور بکنیم که دوره انقلاب دموکراتیک نه از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی اجتناب ناپذیره. ببینید در ژاپن چجوری رخ داده، اصلا در حقیقت هنوز که هنوزه امپراتور در ژاپن مقدسه، و شما خوب میدانید تاریخ را که وقتی که امپراتور فرمان صلح رو صادر میکنه اینقدر حرفش قبول دارن، اینقدر حرفش قبول، یک وضعی از مردم خودشون رو میزنن، اینقدر به این امپراتور علاقه دارن و او رو خدا میدونن. در چین نیست چنین، در این ولی انقلاب اجتناب ناپذیره. در چین 100% مخالفت میشه، به همین دلیل انقلاب رخ میده. انقلاب چین، انقلاب در تاریخ بشر، همون انقلاب دموکراتیکیست که برای برکناری، برای گذار از جامعه عقب مانده درمانده میرسه به نقطه امروز. اینجاست که ما نمیتوانیم تحلیل های کسانی که در نظام های سرمایه‌داری میخوان غیر دیالکتیکی قضایا رو نگاه کنند قرار بگیریم. شکی درش نیست که نقطه‌ای که چین هست و
فقط در سایه انقلاب دموکراتیکشون بوده که با چشمانداز سوسیالیستی صورت میگرفته. و این بوده اگر قرار بود که مثل کشور ما چیانگ کایشک در اونجا پیروز میشد، همچنان ما یک حکومت وابسته استبدادی داشتیم و همچنان مردم تریاکی بدبختی داشتیم. کوبا نیست همچنین. کوبایی که در واقع انقلاب رخ میده، با حتی در ابتدای کارش چشمانداز سوسیالیستی نداره، برای رفع ستم باتیستا این دست نشانده و عروسک آمریکا و عروسک سازمان‌های مافیایی در کشور کوبا که یک کشور عقب مانده است و تولید فقط نیشکره. یکی از خصوصیات کشورهای عقب مانده اقتصاد تک محصولیه و وابسته به اون. ببینید چجوری این، اگر ما در ایران، حالا اگر در ایران اقتصاد تک محصولی نداشتیم، اگر تولید داخلی داشتیم، اگر مجبور نبودیم که زیر پای خود را سوراخ بکنیم و نفت رو به فروش برسونیم، وقت اینقدر ذلیل و خوار می شدیم که دیگران دخالت کنن. اتفاقا یک کنشگر، یک مبارز باید اینو در نظر داشته باشه. استبداد عامل اصلی تداوم عقب ماندگیه. یعنی این استبداد حاکم بر ایران بوده که زمینه رو آماده کرده، زمینه رو فراهم کرده برای دخالت خارجی، و به دخالت خارجی به نوبه خودش باعث تحکیم استبداد شده، همونطور که دوستان توضیح دادن. این یعنی برخورد دیالکتیکی. استبداد دخالت خارجی را توجیه می کند و تقویت می کند، دخالت خارجی استبداد را. بی جهت نیست که در انقلاب 57 بر سر آمدن روح الله خمینی توافق کامل وجود دارد. یعنی به عبارت دیگر ولیعهد محمد رضا شاه پهلوی روح الله خمینی است، نه رضا پهلوی. ولیعهد او برای استمرار استبداد، برای بازگذاشتن دست بیگانه در تطاول کشور، باز هم این دو نیرو، نیروی داخلی و نیروی خارجی، در کنار یکدیگر قرار گرفتن. مانع اصلی طبیعتاً استبداد است. استبداد اما همونطور که دوستان گفتن، یک جنبه مادی دارد و یک جنبه معنوی. حالا خیلی فارسی تر اون رو بگیم، منظورم این که روبنا و زیربنا رو بذاریم کنار، که نظریه ماتریالیسم تاریخی است و به درستی است. در حقیقت بخش استبداد بخش نظامی دارد، بخش امنیتی و انتظامی دارد که استبداد را حفظ می کند، ارتش دارد، سازمان امنیتی دارد، تمام دستگاه های مسلحشان در واقع در حفظ استبداد است، نهادهای ایدئولوژیک نیز دارد، احزاب دستراستی دارد. اون جنبه و اینا جنبه های مادیش است. جنبه های فکریش طبیعتا شرعیات و چسبیدن به نجات پرستی و این که ما گذشته های درخشان داشتیم و باید برسیم به اونجا و ما مثلا برسیم به دوران کوروش و اینا، اینجاست که واقعا نظرات ایدئولوژیک خود را نیز دارد. انقلاب نمیتواند بر بنیاد ایدئولوژی گذشته، همانطور که نمیتواند نهادهای متعلق به استبداد را در حقیقت بپذیرد. به همین دلیل ما از انقلاب سخن میگوییم. اگر ژاپن توانست
از مرحله گذشته امپراتورینا رد شود و برسد به دوران عرض کنم که سرمایه داری، همچنان امپراتور را حفظ کند، برسد به دوران پیشرفت و اگر جلو نباشد برابری بکند از نظر اقتصاد، کشوری که حتی یک قطره نفت از خود ندارد. در که میدونیم حتی ابرقدرت های بزرگ همشون نفت و همشون خودشون نفت دارن، چه شوروی سابق، روسیه فعلی، آمریکا، همه اینا، حتی بعضی از کشورهای اروپایی. ولی الان ژاپن هیچ نفتی ندارن اصلا، همه 100% نفت خود را مجبور است از خارج سوخت و از خارج وارد کنن، نفت خام را. اما یک کشوری پیشرفته است و انقلاب دموکراتیک را حفظ کرده است. شکل ظاهر آن شکل امپراتوری است، امپراتور همچنان مورد قبول مردم است، اما کوچکترین دخالتی در کار نمی کند. در آنجا دموکراسی نهادینه شده است. اینجاست که وقتی که صحبت از استقرار دموکراسی می کنیم، طبیعتا بایستی اینو در نظر بگیریم که ملزوماتی دارد، شرایطی دارد و تردیدی نیست، روندی است که فقط با شعار به دست نمی آید. و آنجاست که اگر ما این را جمع‌بندی کلی کرده باشیم، موانع دموکراسی در واقع مانع وجود استبداد است. مانع اصلی وجود استبداد است. حالا چرا استبداد استمرار پیدا می کند؟ خود دلایل، یک دلیل ندارد. یک دلیلش خب فرهنگ عقب مانده از لحاظ شریعت و غیره، از لحاظ ایدئولوژی. یعنی شما فکر کنید اپوزیسیون این حاکمیت، بخشی از اپوزیسیون این حاکمیت همچنان از نظر فکری عقب مانده است، همچنان به دورانی فکر می کند که پادشاهی می تواند بیاید و سردار بزرگی و ایران را آزاد کند، ناجی را در یا امام، آنها در امام زمان می بینند، اینها در فرح ایزدی می بینند، بخشیشان حتی در ترامپ و دار و دسته می بینند. در 1320 جالب است که رسماً دولت آلمان اعلام کرده بود که آریایی ها، ایران را جز کشورهای آریایی به حساب آورده بود و زمانی که هنوز جنگ آغاز نشده بود، و در نتیجه رابطه با ایران را جز رابطه‌ای می‌دانست که اینها دشمن نیستند، اینها جز ما هستند. و بعد خیلی کسانی هم بودند که در احزابی بر بنیاد آریایی محوری در واقع ایجاد کرده بودند، حالا جنبش احزابی مثل احزاب پانیرانیستی، پانیرانیزم و یا احزاب بازگشت به گذشته و غیر و ذالک، همه در این رابطه است. اما مسئله را اگر بخوایم بیرو درواسی نگاه کنیم، خیلی بیرو درواسی، کشور ما عقب مانده است، مانع، و باید نیروهای واقعی اجتماعی آزاد شوند. استبداد جامعه را بیمار کرده، این بیمار درمانش عمل جراحی انقلاب است که آزاد شود و گام اول برای برون رفت از عقب ماندگی را بردارد. در این زمینه کتابهای زیادی در دست داریم. بحثمون این خواهد بود که واقعا، یعنی این جلسه بود که ما در واقع جمع‌بندی کردیم تو این رابطه که یعنی در واقع نظراتی اگر چالش و مخالفین باشد، قاعدتا ما در کتابخانه خواهیم داشت، دوستان یادداشت خواهند داشت،
ولی بحث ما دیگر از این است که اگر انقلاب دموکراتیک اجتناب ناپذیر است، چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت که انقلاب، یعنی در واقع دموکراسی در ایران نهادینه شود، یعنی قانون اساسی تغییر کند توسط مردم، نظام سیاسی جامعه نظامی باشد که حق هر نفر صرف نظر از جنسیت و عقاید مذهبی و غیره، یک رأی برای اداره امور کشور داشته باشد و حق انسان به عنوان شهروند برای مدیریت جامعه تنها حق مقدس است. یعنی اداره جامعه با جامعه از طریق نهادهایی که میتوان، نهادهای شورایی طبیعتاً. وقتی که میگوییم که ایران بدون به دموکراسی قدم بر نمیدارد مگر اینکه این دموکراسی دموکراتیزه بودن در تمامشون، از روستاها بگیر تا کارخانه ها تا شهرها، شهرستان ها و تا ساختار کلی قدرت، پارلمان های محلی. دموکراسی در اگر بخوایم، البته برنامه های رو آغاز کردیم، دموکراسی چه خصوصیاتی دارد؟ در همین آمریکا نظارت بر انتخابات توسط وزارت کشور نیست. انتخابات در ایالت ها صورت می گیرد. ایالت هایی که خود در امور داخلی خود مستقل هستند. رئیس جمهور در امور داخلی آنها نمی تواند دخالت کند. آیا این دستاورد ترامپ و دار و دسته و غیره است؟ دستاورد بشر است. بی تردید نهادینه شدن دموکراسی. و به همین دلیل اشخاصی که این دستاورد بشری را مورد حمله قرار میدهند، آزادی بیان و عقیده و اینکه حق رأی باید محفوظ باشد و رأی دادن باید به عنوان اصل مقدس پذیرفته شود، هیچ تقدسی بالاتر از حق انسانها وجود ندارد. هیچ تقدسی، چه میخواهد کوکلوکس کلان باشد، چه میخواهد مافیاها باشد، چه میخواهد شریعت باشد و یا فاشیسم باشد، فلانژیسم باشد، نژاد باشد، قوم برگزیده و قوم غیره باشد. بنابراین حقوق بشر شناسایی آن از طرف بشریت دستاورد بشری است. اگر در امروز بردهداری نداریم و سر و سرواج نداریم، زارعی که به چسبیده به زمین است نداریم، استثمار داریم اما، ولی جامعه طبقاتی را داریم. به همین دلیل نیز تبعیض وجود دارد. نقدی که ما به جامعه سرمایه‌داری و شکل دموکراسی لیبرالی داریم، برای اینکه به مسئله طبقات کامل سکوت می‌کند. کامل مالکیت شخصی را مقدس می‌شمارد. در قانون اساسی آن و در تمام قوانین اساسی، آنچه که به عنوان انسانهای سوسیالیست، یعنی انسانهای جامعه گرا ما میگوییم، آن سوسیالیزمی که ما میگوییم با دموکراسی، به خصوص در قرن 21 نمیتواند جدا باشد. انقلاب دموکراتیک نمیتواند صورت بگیرد مگر رویکرد سوسیالیستی داشته باشد. اگر حتی انقلاب بابا کودتا نمیتواند انقلاب دموکراتیک انجام داد. انقلاب دموکراتیک
میبایستی با نیروهای داخلی صورت بگیرد.